طبق معمول باز هم با نامه های شما هستیم و با ایمیل های شما و با نحوه برخورد شما. اتفاقا این برنامه خب ما بیشتر تمرکز کردیم به نحوه برخورد شما عزیزان از رسانه ها یا از رسانه های مجازی، تلفن ها و اینا. ما تلاش میکنم که همین دوستان بخوانن و تلاش کنن سانسورش نکنن. چیزای زیاد و عجیب غریب داریم ما. من در این هفته که گذشت چند صفحه عجیب غریبی است و اینا اسمای جالبی دارن، اسمای عجیب غریبی دارن و هویت از اینا معلوم نیست. نمیفهمم. خب این برمیگرده به مو بحثی که پیشتر با دوست مهمان ما کردیم که قانون امنیت سایبر یا قانون فضای مجازی هیچ وجود نداره و هر آدم میتونه هر رقم بر خودش آیدی باز بکنه و هیچ قید و مقیدات وجود نداره. در اونجا یکی از عکسای من رو پیدا کرده گذاشته و خیلی بهتان بسته و دختر، یکی از دخترهای اتفاقا در پولیش، یکی از دخترها برام یک پیام فرستاده گفته که وضعیت من دیشب فشار مبسر بلند رفته بوده و به خاطر از اینکه من را مزاحمت میکنن از طریق نوشتن پست ها و اینا علیه من، چون من از عکس های خودم استفاده میکنم. آفرین. این موضوع ما هم برخوردیم به یکی از برنامه های قبلی، نمیدونم در جریان برنامه، برنامه عشق در افغانستان همچنین چیز بود. ما در برنامه خیلی گپای موضوعات جالب که در افغانستان وجود داره در افغانستان رو گفته بودیم. باز یکی از صفحات گرفته بودن و عکس برنامه را گرفته بودن و مانده بود، عکس ما را مانده بودن و در بالایش نوشته کرده بودن که یکی اگان چیزای عجیب و غریب با آدرس ما نوشته کرده بودن و بچم مجردای کابل با خبر و بچم اینطوری تو چیزا. خب نمیفهم هویت و آدم پیدا نکردم. ما اگر ما پیدا کنم باز ما برش میگم بیا اگر جرأت واقعا همچو حرف زدن را در مورد ما داری، بیا حداقل دو دقیقه مرای میبشید صحبت کن، ببین من چگونه یک شخص هستم، بعد در مورد من قضاوت کن، یا ببین ده دقیقه با سونیتای سروش بشین صحبت کن، بعد باز در موردش بگو که سونیتای سروش کی است و آمده همچو گپای را میزنه. ما گپای را میزنیم که گپای است که در زندگی روزمره همه ما اتفاق افتاده. ما شعر نمیگیم در این برنامه، طنز نمیگیم، فکاهی نمیگیم، واقعیت های جامعه را میگیم، چیزایی که وجود داره. و امور میگن که واقعیت تلخ است، شاید واقعیت تلخ است ولی به این اندازه تلخ که بعضی ها عکس العمل نشان میتن و تلخی خودشان در رخ دیگران میکشن و به اون اندازه هم واقعیت ها تلخ نیست. خب کم کم رفته بعد دیشب ما خدا کنه دیشب ما یک کار جالب کردم. می فیسبوک به خاطر از اینکه اذیتمون نکنن دیگه، آزارمون نتن، همین موضوعات وقتی که متوجه شدم رفتم داخل فیسبوک و خود من تعداد دوستای من خیلی زیاد نیست، کم از محدود است، اما در بینش هم نزدیکترین دوستای من دخترای شاید تا سونیتا جان، شاید تا مهناز جان، نخواستن نامشان برای یا هویتشان به نام خودشان باشه، نام متفاوت داشتن. هر آنچه نام مستعار بود، هر آنچه تصویرای گنگ و مجهول بود، من همه را دلیت کردم. یکی دو تا از دوستای متوجه شدن که عاجل کنم دلیت کنم، متوجه عاجل برام پیام داد چرا دلیت کردی. من گفتم من دیگه بعد از این توبه کردیم، ولو خواهرم باشه با نام مستعار باشه نمیخوایم همراهی ما باشه، چون فردا من هیچ نمیفهم از کدام آدرس از کدام آدرس و کی با آدرس من میخوای ترور شخصیت بکنه که من هیچ اجازه ای کارا نمیتونم. به خاطر من دلیت کردم بعضی چیزا رو خفم کسی نشه. بله از فیسبوک و از پیام ها است. باز هم یه خواهر ما بسیار زیاد از اینا متضرر بوده و شاکی بوده از تماس های تلفنی بی موقع. دختری است که نامزاد دار است و گفته من روز امرای نامزاد من در خانه نشسته بودم و صحبت میکنیم که تماس تلفنی آمد و من قسم خورده که من هیچ گاهی با او شخص آشنایی نداشتم و حتی نمیشناختم، اما نامزد من وقتی که تماس تلفنی دید روابط خود کلش با من قطع کرده و مدت ها است که هر چی من میفهمم که این موضوع نیست، اما شخص قبول نمیکنه و به گونه از آنها این شخص به اعتماد شده نسبت به نامزد. خواهش کرده که تمام برادرها هیچ گاهی کار انجام ندهند که زندگی من هم شاید زندگی بعضی از افراد مثل زندگی من خراب شده و این یک کار نادرست است که گفته خدا هم نمیبخشه و چند دعای بد هم کرده بود که در این برنامه جا نداره که ما دعای بدایش با خانش میگیریم. بله من فکر میکنم میگم میل دارم من در رابطه گپ سین تا جا نگم بگم شکاکی در زندگی یعنی چی؟ اگر مثلا آقا میخواست بالای خانم خود، بالای خواهر خود، بالای نامزد خود شک بکنه، این فکر نمیکنه که امو آدمم شاید سری شک میکنه. خب بیا این بس شک شک برنامه من یکی از دوستا رو میشناسم، یکی از دوستا رو میشناسم، دوست از اعضای خانواده ما، فامیلای ما هستن. هر جمعه یا هر رخصتی که مثلا 6 روز بعد 7 روز بعد که میای خانه نامزد خود، یک سیم کارت جدا امرای خودش میاره.
یک سیم کارت جدا امرایش میاره بازم سیم کارت که قبل هفته قبل استفاده کرد و رو میگیره دجی بخواد میبره خانه. خب بالاخره ما از دختر پرسان کردم که میگه کارا چرا میکنه، گفت به این خاطر کارا میکنه که فکر میکنه که بر ما مزاحم پیدا نشه و کس دیگه به ما زنگ نزنه، فقط میخواد شماره ما خودش داشته باشه، حتی شمارهش مادرش خواهرش برادرش هیچ کس نداره، وقتی که هر جمعه تبدیل میشه و این خیلی بد است چقدر و او دختر بخی مریضی روانی شده میگه من هیچ نمیتونم چی بکنم. استثمار است و این هیچ مردی و هیچ زنی حق نداره که روابط آدم ها را قطع کنه، روابط اجتماعی انسان ها زندگی انسان هاست. بله و دوست دیگه ما هم پیام گذاشتن گفتن که ما از بس که برام مزاحم بود و زنگ میزد اینا ما شماره تلفنم بلک لیست کردم، گفت یک روز رسید که پدرم هم زنگ زد گفت من شماره از اون بلک لیست کردم، آخر پدرم اومد گفت چرا او دختر گوشی رو جواب نمیدی، گفت من خب بلک لیست کردم تمام شمارهایی که بر من مزاحمت میکنه، یعنی تا این حد آدم ناراحت میشه که آدم مجبور میسازن که حتی همو شماره پدر مادر هم بگیره باید بلک لیست کنیم که مزاحمت نکنه. جمله مقامات است و خانم و شما هر قدر که پایه اجتماعی شما بالاتر بره به همان اندازه در خطر تهدید خطر و تهدید و ناامنی دوستان در قرار میگیرین، نه اما شخص شخصیتی قرار میگیرین، یعنی ترور شخصیت در قبال تان بالا میره و اسم میکنن که نقطه ضعف های زنا هست و خب بالا روی مافیات ها باز بعدم گپ خود زدیم. گفت نوشته کده بر من که من هر صبح که از خواب میخیزم به کار به ای که امروز برای من چی خواهد گذشت فکر نمی کنم، به انتحاری فکر نمی کنم، به ای که شب مرده به خانه میام یا زنده فکر نمی کنم، عاجل تلفن رو باز می کنم، فیسبوک رو باز می کنم، مردم علی من چی نمیشه کجا و این واقعا جز دغدغه های شده یک استرس کلان است، تو هیچ چیز مانده رو اصلا میبینی باش که از نمارون میگه استرس از دیگه بالاخره و دختره قندولک بگو بله ما یک ایمیل ما در زمینه دارم، یک خواهر دیگه ما گفتم ما در یکی از دفاتر خصوصی کار میکنم، روزی در فیسبوک یکی از همکارای سابق ما یک عکس بسیار خوب مانده بود و فقط او یک جمله نوشته کرده که یادم اون زمان بخیر یا خوب است، بعدا همکارای دیگه که در اطرافش بودن دیگه شروع کردن به نوشتن پیام هایی که ناف ما خدا آفرین آدمایی که یعنی جملات هر طور جملات نوشته کردن که باعث حاضردگی دختر خانم شده و آرزو میکنیم تمام بیننده هایی که امیل از برنامه خواهر خواندن میبینن از این گونه شکای بی جای از این گونه مضمون پیدا کردن های بی جای به خود صرف نظر کنن چرا که باعث ناراحتی اطرافیانشون میشه. بسیار جالب است اینستاگرام است بخیالم یک چی داره یک برنامه‌گک داره که در او بر من نمیفهمم خدا کنه اشتباه نکرده باشم، یک برنامه داره که میگه که بدون از اینکه شناخته شوی حرف دلت بگو به دوستت، بعد شما اون لینک میمانین در صفحتان باز حرف دل خدا باید بگوید. ایرانی ها وقتی ایره میمانن خب طرف میایه مثلا میگه که خانم مثال با سلیقه هستی نا اینا اینا و بسیار دوست داشتنیه، یا مثلا میایه میگه خب مثلا اینی رنگ من میشه برد خوب نمیگینه، یا مثلا در روسیه که میگذارن یک چیز، در تاجیکستان، در افغانستان که میایه میگه اخصد قچه یعنی از یک کامنتی که وقتی در افغانستان یا مثلا میمونم میگه من خبر دارم که تو چی کارا کردی. بله در افغانستان یعنی اینقدر سطح فرهنگ در برخی حالات میبینین که پایین است که حتی افرادی که باسواد هستن افرادی که دعوی عزیزی دارن که ما ماستر هستیم و دکترا داریم وقتی که یک دوستشان یک کامنتی راجع به یک کس دیگر میته و اینقدر گپای زشت میزنن، خب خدا نجات بده از قشر بی سواد ما، خب واسه نو گله نیست دیگه واقعا جای گله نیست. اهمیت است و دوست ما که در قسمت خودشان میمون بنامی ما گفتن اما بس اهمیت است دو ترکای دوست باسواد باشه گپ رو کمی بزن فرهنگ است بی سواد مثلا کسایی که سطح سوادش خیلی پایین است که باز یک فیسبوک هم جور کرده باز اونجا نشون کنه قربانت شد یا نام تو را شنیدم نام تو را شنیدم باز ایران میبینی خدای که دازی چی کدوم خب امی مناز فکر کنم گفتنی ما میخواستم یک چیز بر دوستا بگویم که زیاد آیدی های جلی نسازن، چون یکی از دوستان ما سراغ دارم که با وجود که دختر خانم است او فیسبوکش که خراب میشه باز میری یکی دیگه میسازه، او که خراب میشه میری یکی دیگه میسازه، یعنی با یک نام او اگر بری با پالی دیگه هزار تا فیسبوک شاید داشته باشه با یک نام. یک فکایی هست در داخل در بین دوستای فیسبوکی کاربرای فیسبوکی میگه که شما در افغانستان میگه در دنیای دیگه یک رابطه بعد از 6 ماه با ازدواج می انجامه، یک دوستی راحت یک فرندشپ، ولی در افغانستان بعد از 2 سال میفهمی که فاطمه مرادعلی بوده یا پرنسز شهناز شیراغا بوده دقیقا.
امیدوار هستم که معنی قضیه را خانم ها و فعالین مدنی و مسئولین در وزارت مخابرات و همچنان حکومت در مجموع، امنیت ملی، وزارت داخله، همه این جدی بگیرن و قانون در این مورد پاس بکنن و جلوی خیلی از فجایع را در این مورد بگیرن. خداحافظ شما تا برنامه بعد.